از یکی از دوستان خیلی نزدیک من که ایشون اوایل ایمانش که با وقتی که به مسیح ایمان میاره، اوایل ایمانش با یکی از پسرهای فامیل که خیلی هم رابطه احساسی و عشق و عاشقی بود، اینها نامزد میکنن. خب این نامزدی با عشق و علاقه و شادی خیلی بسیاری شروع شده بود، و ولی بعد از این مدتی من میدم که بین دوست من، حالا به خاطر اینکه در این وبینارم هست اسمشو ترانه میگم، برای ترانه خیلی روزهای خیلی سختی پیش اومده بود، و با اینکه خیلی خداوند رو دوست داشت ترانه، ولی من میدیدم که داره اصلا در یک مسیر اشتباهی حرکت میکنه. در همون چند سال اول، خیلی طول کشید نامزدی اینها، در همون چند سال اول میدیدم که با اینکه با عشق و علاقه و شادی بسیاری این رابطه شروع شده بود، به نامزدی کشیده بود، دچار بحران‌هایی شده بود که انقدر این بحران‌ها و جدال‌ها و جنگ‌ها بالا گرفته بود، وارد خانواده هم شده بود، خانواده هم خودشون رو دخالت داده بودن، و خلاصه به جایی رسیده بود که تصمیم برای شده بود که این نامزدی باید از بین بره. ترانه ما هم بسیار نامزدش رو خب دوست داشت، و ولی از حالا از طریق یکی از دیگه از دوستانش پیش یک خانومی که فالگیر بود ترانه میره، و به خاطر اینکه این شرایطی که براش پیش اومده بود، با اینکه ترانه ایماندار هم بودش، ولی پیش این خانم فالگیر میره. و من متوجه این موضوع شده بودم، بارها و بارها بهش میگفتم مسیری که داره میری غلط هستش، این اشتباه هستش، ولی اون به خاطر اینکه بخواد این آرامش رو توی فکر خودش، توی رابطه خودش بیاره، و آخر سر خیلی هم شخص عجولی بود، میخواست ببینه آخر این چی میشه، به ازدواج ختم میشه یا به ازدواج ختم نمیشه. خلاصه انقدر رفته آمد های ترانه پیش این خانم فالگیر زیاد شده بود که ترانه به این فال عادت کرده بود، انقدر به این عادت کرده بود که این خطر رو نمیدیدش که برای زندگی روحانی خودش این خطر هستش، و میتونه که ترانه رو به یک مسیر دیگه ببره، با اینکه و واقعا همون رو برده بود، رو خیلی افسرده، خیلی نگران، خیلی ناراحت و خیلی عصبی حتی کرده بودش. ولی خب با اینکه خداوند رو هم میشناخت، من خیلی سعی کردم که بتونم که ترانه رو به یک مسیر درستی بیارم. ولی سوال من اینجاست، واقعا چرا ما مسیحیان با اینکه خداوند رو میشناسیم، خداوند رو دوست داریم، با او داریم زندگی میکنیم، ولی برای شنیدن صدای زیبای او ما اصلا مسیر نادرست رو میریم، میریم به سمت فال، به سمت عرفان حلقا، خیلی هم الان مد شده یوگا، مدیتیشن تو دنیایی که هست خیلی تشویقه، خیلی تبلیغ ها هستش که ما رو به این سمت داره میبره. من خیلی کوتاه میخوام که به 4 نکته به شما بگم و اشاره کنم که چرا ما ایماندارها، ما مسیحیان به سمت راههای نادرست بیم تا صدای خدا رو بشنویم. نکته اول در این هست عزیزان، نداشتن شناخت لازم و کافی ما از خداوند ما رو به مسیر اشتباه هدایت میکنه. وقتی که یک اتفاقی، وقتی که یک بحرانی، وقتی که یک فشاری توی زندگی ما میاد، به جای که ما مستقیما بریم و از خداوند بشنویم که چی کار باید بکنم در وسط این بحران، مثل دوست من وقتی که این دوران نامزدیش او رو آسی کرده بود و میخواست که یک صدای رو بشنوه، به جای اینکه بره در مسیر درست، مسیر غلط رو دنبال کرد، چون که شناخت کافی
و لازم را از خداوند نداشت. برای فرار از این سختی ها ما به دنبال راه‌های نادرست میریم، از طریق فال، از طریق موضوعات دیگه. میخوام که ببینیم که این داستان زندگی ما چی میشه، این بحرانی که درش هستم کی تمومی پیدا میکنه، چون که ما تجربه نکردیم و نداشتیم، با اینکه شاید اون رو میشناسیم. خیلی از مسیحیان اطراف رو شاید، یا شاید الان که در اینجا هستی شما هم همینطور، خداوندت رو دوست داری، به کلیسای اون میری، به جلسات اون میری، کلام اون رو میدونی، ولی چون که این بحران برای تو پیش اومده و میخوای که از این یک طوری خلاصی پیدا کنی، به جای که در اون انتظار بکشیم، میریم از راه نادرست، و به خاطر همین هستش که ما رو به مسیر غلط میبره. دومین موضوعی که ما به جای که صدای خدا رو بشنویم و از راه نادرست میریم، کسب آرامشه. چقدر این روزها همه ما میگیم که خداوند آرامی تو بر ما بیار، چقدر ما مشتاق هستیم. وقتی که با افراد بیرون صحبت میکنم، وقتی که با دوستانم صحبت میکنم، وقتی که با اطرافیان صحبت میکنم، میبینم همه مشتاق این آرامش هستن. ولی شما در دنیایی داریم زندگی میکنیم که پر از هیاهوه، ناآرامه. یا شاید در خونه هامون، در اطرافیانمون، در دنیایی که هستیم، مرتب چیزهای بد رو داریم میشنویم. ما حاضریم برای کسب لحظه آرامش، لحظه آرامش تو زندگی های هر کدوم ما، مسیر غلط رو بریم. درست مثل ترانه دوست من، انقدر زندگی و انقدر این دوران برای سخت بود که محتاج این آرامش بود، ولی غافل از این بود که در کلام زیبای خدا، متی باب 11 آیه 28 اینطور میفرماید: بیایید نزد من، این خداست که داره ما رو دعوت میکنه، ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من آیید، چون که من به شما آرامش میدم، چون که من هستم که این آرامش رو میتونم تو زندگی تو بیارم. کتاب مقدس داره این رو به ما میگه، خدا داره این رو به ما میگه، ولی ما حتی حاضریم برای که این آرامش حتی برای لحظه ای توی زندگی ما باشه و این آرامش رو کسب کنیم، به مسیر نادرست میریم. مراقب باشیم، هوشیار باشیم، حواسمون جمع باشه. شیطان در کمین هستش که به خاطر اینکه مسیر ما رو یک مسیر غلطی رو جلوی روی ما بذاره، در صورتی که خدای ما خدایی که در اون حیات، آرامی و شادمانی هست، و ما به خاطر این که بخوایم که این آرامش تو زندگی ما سریع اتفاق بیفته، میریم از طریق مدیتیشن یکم آرام بگیرم، یکم مغزم آرام بشه، افکارم آرام بشه، ذهنم یکمی از این دنیا بیام بیرون، یکمی تعمق کنم. ولی در صورت کلام خدا میگه که ما میتونیم نزد او که منبع اصلی این آرامش هست بریم. سوم موردی که موضوع خیلی خیلی خودم این رو دوستش دارم، در دوم تیتوس باب چهار اینطور میفرماید: مردم در روزهای آخر گوشهای اونها طالب شنیدن اون چیزی هست که خودشون دوست دارن. انگار ما گوشمون به هیچ چیز دیگه ای نمیخواد بره، در صورتی که فقط میگیم که اون چیزی که من خودم دوست دارم. نکته سوم، ما طالب شنیدن اون چیزی هستیم که خودمون دوست داریم. در همین قسمت میگه که در روزهای آخر مردم به سوی افسانه ها منحرف میشن. در روزهای آخر مردم بسیاری این معلم ها رو گرد خودشون جمع میکنه. حالا این معلم ها میتونه معلم مدیتیشن باشه، معلم یوگا باشه، یا هر معلمی که بر اساس نفس و تمایلات دل خود ما هستش. گوشای ما دوست داره اون حقیقتی رو بشنوه از اون که ما بهش عادت کردیم، اون چیزی که خودمون دوست داریم، اون چیزی که خودمون باهاش بزرگ شدیم، حقیقتی که بر اساس استاندارد دنیاست، در صورتی که حقیقتی که باید ما طالب اون حقیقت باشیم استاندارد کلام خداست. اینها دلایلی میتونه باشه که ما رو از شنیدن صدای زیبای خدا دور کنه. و مورد چهارم که با این تمام میکنم،
محیط اطراف، دنیایی که درش زندگی میکنیم، فضایی که ما درش هستیم، افرادی که ما باهاش سر و کار داریم. چطور ترانه دوست من به مسیح داشتی که خدا رو میشناخ، خدا رو دوست داشت، با خدا قدم میزد. محیط اطراف ترانه، دوستهایی که با او در ارتباط. حالا بیا این فال چیزی نیست که من اینو بارهاش اتفاقی برات نمیفته. یه قهوه هست میخوری، بذار ببین آخرش یه فانه یه اصلا یه چیزی هستش که میگیریم میخندیم. دنیا و محیط اطراف ما، مراقب باشیم محیط اطراف ما رو چه کسانی احاطه کردن، دور و بر ما چه کسانی هستن. محیط اطراف ما ما رو میتونه دوازده هست، اینطور میفرمایه همشکل این اصل مشوید، بلکه با تازه شدن ذهن خود دگرگون شوید. طرز فکر ما باید عوض بشه، محیط اطراف ما باید عوض بشه. ما باید به سرعت فرار کنیم از چیزهایی که ما رو داره از کلام خدا دور میکنه. دنیای مدرنی که ما درش قرار گرفتیم به ما پیشنهاد میده که گرفتن فال، رفتن به یوگا، این تمرین های ورزشی یوگا، حتی این مدیتیشن که یک کمی تو رو ریلکس کنه، ما رو داره به مسیر انحراف میده. دنیای امروز، حتی کلیسا در این خطر قرار گرفته. من نمیدونم امروز در جمع ما این پیام برای چه کسی هستش، ولی به شما خواهران عزیزم این رو میخوام بگم، اگه حتی برای فان هم شده، برای تفریح هم شده، این مسیرها رو انتخاب کردی، همین لحظه که داری گوش میدی از این اسکرین ها، خداوند منو ببخش، من توبه میکنم، من میخوام صدای شیرین و زیبای تو رو بشنوم که در وسط هیاهوی زندگی من داره به من میگه که من با تو هستم و من هستم که به تو آرامش میدم. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من آیید که من هستم که به شما آرامی میدم و من میتونم که این بار تو رو بردارم. امروز این چهار موضوع برای ما شاید یک هشداری باشه. اگر میخوام که صدای خدا رو بشنویم، ما باید وقت کافی داشته باشیم. نداشتن وقت کافی ما رو به مسیر منحرف میبره. پس نداشتن وقت کافی، کسب آرامش، طالب اون چیزی هستیم که خدا میشنوه و خودمون دوست داریم و محیط اطراف ما میتونه چهار هشداری باشه که ما رو از مسیر درست دور کنه. دعای من اینه که خداوند همین لحظه که اینجا هستی یک آلارمی به تو بده و بگه که من همین لحظه میخوام با تو حرف بزنم. آنکه گوش شنوا دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. آمین.